سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. امروز می‌خوایم این مسابقه فوق العاده دیگه از مسابقات WR Masters رو با هم ببینیم. این مسابقه بین گوکشتی و لون آرونیانه که در پلی آف مسابقات WR Masters انجام میشه. سه نفر به پلی آف صعود کردن، یکی گوکش بود، یکی آرونیان و یکی همیان نپونیاچی. هم لون هم گوکش و هم نپو 5.5 امتیاز داشتن، پس به مسابقات پلی آف رفتن که اول مسابقات ریپد انجام میشه. اگر که برنده مشخص شد توی مسابقات ریپل که هیچ، اگر که مشخص نشد و باز هم امتیازها برابر شد میریم به مسابقات بلیتس و اگر اونجا بازی بلیتس هم مساوی شد میریم مسابقه آرماگدون که مطمئنا برنده مشخص بشه. اما این مسابقه که الان میخوایم بتونیشون بدیم مسابقه ریپده که گوکش در مقابل لوان قرار گرفته. خب بریم سراغ بازی. خب اینجا لون با مهرهای سفید گشایش D4 انتخاب میکنه و گوکش هم با مهرهای سیاه حرکت D5 رو انجام میده. اسب F3، اسب F6 و حرکت C4. استانداردهای بازی که حرکت E6 اینجا انجام میشه، به هر حال از سنتر میخوایم دفاع کنیم. اینجا حرکت اسب C3 به گسترش مهرامون ادامه میدیم چون هیچ مشکلی توی هیچ کدوم از پوزیشن ها نیست. که اینجا فیل B4 اسب آچمز میکنیم که اینجا تعویض میکنه لون و تعویض میشه با سرباز. با اسب هم میتونید بزنید اما بهتره که سرباز مرکزی رو نگه دارید توی بازی و شما معمولا میخواییم با این سرباز بزنید که راه فیلتون هم باز کنید که این حرکت اتفاق میافته و اینجا فیل گسترش پیدا میکنه و ما هم این فیل رو، این اسب رو آشپز میکنیم و یه جورایی به بازیکن سیاه میفهمونیم که باید فیلش رو برگردونه و از این اسب دفاع کنه یا اینکه با این اسب ازش دفاع کنه یا به هر حال پوزیشن شاهش رو ضعیف کنه. ادامه میدن که حرکت H6 اینجا انجام شد، فیل برمیگرد و الان قلعه میره. بازیکن سیاه چون میدونه که هم این حرکت رو داره هم این که میتونه با اسب دفاع کنه و هیچ جوره نمیتونه به پوزیشن فشار بیاره و اگر هم به هر نحوی فشار زیاد شه میتونه فیلش رو برگردونه. که اینجا حرکت E3 از سرباز مرکزی دفاع میکنیم، همچنین راه گسترش فیلمون رو باز میکنیم و قلعه رفتن با شاهمون. که اینجا سیاه جلوی گسترش این فیل رو میگیره اما نه واقعا، چون باز هم میتونیم همین کار رو، همین حرکت رو انجام بدیم. که اینجا فیل گسترش پیدا میکنه و الان میبینید که چه فضای زیادی رو تحت کنترل داره و الان به سختی فیل ما میتونه گسترش پیدا کنه. پیشنهاد من به شما اینه که اول فیلتون رو توی خونه ایدو گسترش بدید و همچنین از این اسب دفاع کنید، بعد قلعه برید یا اینکه حمله کنید به این فیل. به هر حال حرکات زیادی شما توی این پوزیشن دارید که میتونید هر کدومشون دوست داشتین انجام بدید. که اینجا وزیر اول گسترش پیدا میکنه و همچنین حمله میکنیم به فیل خونه B4. که اینجا فیل تعویض میشه با اسب و ما با وزیر میزنیم. اینجا باز هم میتونستیم با سرباز بزنید اگه بازیکنی هستین که دنبال بازیکنی هستین که سبک هجومی دارید، میتونستیم با سرباز بزنید که یک حمله داشته باشیم به مرکز و همچنین اگر هم با سرباز تعویض شد با فیل میزدین و یک راستای فوق العاده قدرتمند برای خودتون میساختین، یک قطر فوق العاده قدرتمند. به هر حال اینجا با وزیر میزنه لون، آروم آروم میخواد لون شروع کنه حمله کردن و نمیخواد که فایل سیش رو ببنده و میخواد رخ رو بیاره توی بازی. که اینجا حرکت G5 انجام میشه و گوکش میخواد بره سراغ باز کردن پوزیشن چون میبینین که شاه سفید هنوز هم در مرکز میدانه. اینجا فیل برمیگرده و اسب گسترش پیدا میکنه، یک چنگال به وجود آوردیم و همین الان هم میتونیم بریم سراغ فیل قدرتمند. اینجا وزیر اول جابجا میشه و بازیکن سیاه نمیره سراغ فیل که یک اشتباه، بهتر بود که بره سراغ فیل. فیل اینجا زیادی قدرتمند و فضای خیلی زیادی رو تحت کنترل داره و همچنین این سربازها هم نمیتونن زیاد پیشروی کنن و با حرکت H4 هم میتونیم کاملا پوزیشن رو باز کنیم. به هر حال این حرکت بهتر بود انجام بشه با بازیکن سیاه و تعویض بکنه که تعویض نکرد اینجا و اسب خودش رو گسترش داد و الان لون شروع میکنه حمله کردن به این اسب فوق العاده قدرتمند و اسب دیدو میکنه. اینجا تعویض هم باز به اون صورت کاری به برای بازیکن سیاه نمیکرد، تازه پوزیشن سفید رو بهتر میکرد چون اسب خیلی قدرتمندی رو از دست داده. همچنین ما میتونیم فیل رو بیاریم اینجا و پیشنهاد تعویض هم بدیم و حتی اگر داخل آخر بازی هم بریم شاه ما گسترش پیدا کرده و هیچ جوری هم بازیکن سیاه نگاه بکنیم به پوزیشن نمیتونه حمله کنه به شاه ما و شاه ما اینجا کاملا جاش امنه. که این حرکت رو انتخاب نکرد گوکه و A5 کرد که الان ما میتونیم تعویض کنیم که دقیقا همین اتفاق افتاد و تعویض کردیم. اینجا بهترین حرکت برای گوکش این بود که همونجوری که با حرکت انجن میبینیم که بریم سراغ فیل باز هم که انتخاب نکرد و حرکت A5 رو انجام داد
که ما اینجا تعویض میکنیم و بعد از تعویض اینجا حرکت فوق‌العاده F3 انجام میشه. فیل مجبور برگرده و الان پیشنهاد تعویض فیل میدیم و بعد از تعویض و تعویض اینجا هم شاه کافی بره توی خونه F2، دیگه هیچ مشکلی براش نیست. حتی این حرکت هم به اون صورت نمیتونه کاری انجام بده چون ما به راحتی تعویض میکنیم و حتی میتونیم بعد رخو بیاریم و یه جورایی قلعه بریم که هیچ مشکلی برای بازیکن سفید اینجا نیست. حتی اینجا هم میتونه حرکت E4 رو هم انجام بده، البته نه الان، یک مقدار جلوتر میتونه بعد از اینکه پوزیشن شاهش رو امن کرد میتونه این حرکت رو هم انجام بده. اینجا گوکش وزیر D7 میکنه، رخ هم متصلن، استاندارد بازیه و اینجا لبون بالاخره قلعه میره. هیچ مشکلی نداره، حتی قلعه بزرگ بهتر بود نره، ولی باز هم قلعه بزرگ هم به اون صورت مشکلی برای لبون ایجاد نمیکرد. قلعه کوچیک میره، اسب جابجا میشه و میریم سراغ وسط. همونجوری که دیدیم اول پوزیشن شاه رو امن کردیم، بعد رفتیم سراغ حرکت E4. اینجا قاعدتا گوکش نمیخواد تعویض کنه چون یک مرکز فوق العاده قدرتمند می‌سازیم برای لبون، که اینجا حرکت C6 رو انجام میده، از مرکز دفاع میکنه. باز هم بعد از تعویض میبینید که مرکز به این شکل میشه و پوزیشن حتی ضرب این سرباز هم از بین رفته، که اینجا لبون حرکت E5 رو انجام میده و الان میبینی E5 انجام دادیم ولی سرباز خونه D4 یک مقدار ضعیف به نظر میاد، اما نه واقعا، چون که ما فیل سیاه رو توی بازی داریم. اگر که فیل سیاه توی بازی نبود و بگیم این فیل سفید بود، درسته یک مقدار پوزیشن به نفع بازیکن سیاه میشد چون این سرباز رو میتونیم حمله کنیم بهش، اما اینجور نیست و میشه دفاع کرد به هر نحوی ازش. اما اینجا گوکش وزیر خودش رو گسترش داد و همچنین پیشنهاد تعویض وزیر داد که لبون قبول نمیکنه و حرکت وزیر B3 رو انجام میده. هم الان ضرب داریم به این نقطه که اینجا حرکت B5 انجام میشه، رخ میاد توی بازی و الان ضرب داریم به این خونه. بعدن البته بعد از اینکه به این اسب جابجا شد که اینجا رخ میاد توی بازی و این یک اشتباهه، که اینجا ازتون میخوام ویدیو رو استاپ کنید و سعی کنید ضعف پوزیشن سیاه رو پیدا کنید. تبریک میگم اونایی که این حرکت رو پیدا کردن. میبینید که این اسب بی دفاست و همچنین این سرباز و چجوری میشه به هر دو حمله کنیم با حرکت وزیر A3 به هر دو حمله میکنیم و به هر حال یکی از این دو خونه از دست رفتن. از اونجایی هم که این خونه تحت کنترل سرباز ماست، اسب نمیتونه بیاد و دفاع کنه از این خونه، پس یکی از مهره‌ها رو بالاخره از دست میده که اینجا اسب G6 انجام میشه و ما میشه سرباز. الان پوزیشن لبون برنده است، برنده که اگر بهترین حرکت ممکن رو در واقع انجام بده برنده است، که اینجا ادامه میدن سرباز رو به جلو میره و به هر حال میخوایم این فیل رو از این قطر دور کنیم که دلیلی به اون صورت نداره، ولی به هر حال گوکش میبینه که پوزیشنش بازنده است، سعی میکنه یک چیزی به وجود بیاره و حمله کنه به شاه سفید و به هر حال یک چیزی به وجود بیاره. اینجا وزیر برمیگرده و سرباز رو جلو میره، فیل برمیگرده، الان تمامی دفاع توی این خونه است و هیچ مشکلی توی پوزیشن لبون نیست. اینجا حرکت F6 انجام میشه، میخوای پوزیشن رو باز کنیم و لبون هم قبول میکنه و تعویض میکنه و تعویض میشه و اینجا حرکت H3 رو انجام میده و الان میبینید که این سرباز هیچ جوره نمیتونه رو به جلو بره. اینجا رخ میاد توی فایل و پیشنهاد تعویض رخ میدیم، رخ ها دابل میشن که لبون اینجا خودش تعویض میکنه و بعد از تعویض اینجا لبون فیل E3 میکنه و الان ضرب داریم روی سرباز خونه G5. برای دفاعی به اون صورت ازش نیست و تنها دفاع موجود اینه که اسب رو توی خونه F4 رو بریم، که همین اتفاق میفته که لبون اینجا تعویض میکنه و با سرباز میزنیم. البته اینم میگم که مهمه که با وزیر نزنیم، چون اگه با وزیر بزنیم پوزیشن همین الان کاملا از دست رفته میشه و ببخشید بعد از این حرکات کاملا پوزیشن از دست رفته میشه و شاه میاد اینجا و میبینید که چه ضربی روی خونه داریم. اصلا این پوزیشن مطمئنم همتون میدونید که کاملا برنده است برای بازیکن سفید. پس اینجا گوکش با سرباز میزنه و همچنین این ساختارم احتمالاً ساختارم میشناسین که الان میبینید که این سرباز هیچ جوره نمیتونه رو به جلو بره چون آن پاسانت هم داریم و اینکه سرباز سیاه زیادی قدرتمندن توی رنگ 4م، که به هر حال اینجا لبون پیشنهاد تعویض رخ میده که باز هم قبول میکنه و قبول میکنه، ضرب داریم روی این خونه، پس دفاع میکنه گوکش و الان وزیر باز هم جابجا میشه، ضرب داریم روی این خونه. اگر که جابجا شد وزیر، که وزیر جابجا میشه اما دفاع رو حفظ میکنه، که اینجا شاه F1 بازی میشه و میدونی که وقتی میریم سراغ آخر بازی وزیرها مطمئنا یک اشتباه کوچیک، یک ضعف کوچیک کاملا پوزیشن رو به هم میریزه، چون وزیر میتونه همراه با کیش ها کاملا جابجا بشه و حمله خودش رو عوض کنه که خیلی سخت میشه اینجا، که لبون هم اینجا منتظره ببینه گوکش چیکار میکنه، که گوکش هم اینجا حرکت
حرکتی انجام میده که در واقع صبر میکنه که ببینه بازیکن سفید چیکار میکنه که شاه جی 7 میکنه. اینجا حرکت بی 3 و گوکش کاملا پوزیشن رو میبنده با حرکت بی 4. سرباز رو به جلو نمیتونه بره چون منفرد میشه. پس اینجا لوون وزیر خوش رو برد میکنه ای1. الان این فایل کاملا دست لوونه و همچنین ضرب هم داره روی این نقطه و میبینی که واقعا نمیتونه به اون صورت جا به جا بشه. گوکش اینجا وزیر جی 6 انجام میشه و تنها امید گوکش اینه که یک جورایی بتونه بره سراغ کیش های دائمی و مساوی رو در واقع تحمیل کنه به بازیکن سفید. کلون الان میتونست بره سراغ این سرباز که این کار رو نمی کنه چون اگه رفتیم سراغ این سرباز ما کیش داریم و این سرباز رو بر میداریم و همچنین پوزیشن شاه ضعیف میشه، مجبور بره توی خونه F2 که این کار رو نمی کنه. لون اول شاه G1 میکنه، بعد از اینکه وزیر اومد توی خونه C2 الان میبینین که به نظر ترسناک میاد چون وزیر توی خونه C2 و میتونست شروع کنه کیش دادن به شاه، ولی نه واقعا چون اینجا لوون سریعا رفت سراغ سرباز و اصلا این سرباز تعویض شد. اینجا لوون کیش داد، شاه جابجا شد، شاه G7 و باز هم کیش داد لوون، شاه دوباره جابجا شد و تمام این حرکات به این دلیل بود که ما بتونیم برسیم توی خونه G5 که اینجا باز هم توی خونه D8 کیش میده، شاه جابجا میشه و الان میریم توی خونه G5 همراه با کیش، قدرتمندترین حرکت ممکن و توی این پوزیشن بود حرکت 45 که گوکش از بازی انصراف داد و واقعا دیگه ادامه دادنش به صلاح نیست چون فرض کنید چه اینجا برین چه اینجا برین فرق نداره چه این تو این قطر برین ما سرباز رو برمی‌داریم و باز هم میتونیم شروع کنیم دفاع کردن از این سرباز و همچنین به هیچ صورت نمیتونه جلوی باختن رو بگیره گوکش. و یک مثال بهتون نشون بدم، بعد از این حرکت کیش میدیم بگیم که واقعا هر جایی هم بره باز بازیش باخته، مثلا بریم اینجا باز هم همراه با کیش دفاع میکنیم و بگیم که باز هم شاه جابجا بشه، میتونیم هم شاهمون رو جابجا کنیم و بعد از اون سرباز به راحتی میتونه رو به وزارت بره. اما در نهایت لوون آرنیان تونست هم یان پونیاچی و هم گوکشتی رو توی مسابقات ریپید ببره و قهرمان مسابقات WR مسترز بشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر که انتقاد، پیشنهاد و نظری دارید توی بخش کامنت ها هم بگین. همچنین در آخر ویدیو میتونید دوتا از ویدیوهای من رو مثل همیشه نگاه کنید. ممنون و تا یک ویدیو دیگه و یک شطرنج دیگه، خدا نگهدار.